شروع کنم. با عرض سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوست عزیزم آقای بهبهانی، با عذرخواهی از تأخیر عید نوروز که امیدوارم همه بینندگان و هموطنان گرامی این سال رو با سلامتی و شادکامی آغاز و به پایان برسونن و به امید رهایی ایران از چنگال آخوند خوناشام واقعا برسم. به در چند هفته قبل در آخرین سخنرانیم یک خطای به اصطلاح تایپی لفظی وجود داشت که در واقع من ببخشید چرا اینجوریه، معذرت میخوام. با عرض سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوست عزیزم آقای بهبهانی، با عذرخواهی از تأخیر در بیان و عرض تبریک عید نوروز به همه بینندگان گرامی و آرزوی سلامتی و شادکامی همه بارهای ایران از چنگال آخوند خوناشام. دو خطای مهم در آخرین سخنرانی خود در عصر جمعه پنجشنبه چهارم مارس، در عصر جمعه چهارم مارس 2016 در کافه لیت پاریس که برگزار شد، درباره زردشت و مانی سخنرانی داشتم که خدمت آقای بهبهانی هم فرستاد. در اونجا سرکار خانم ایران درودی رو من درودی گفتم که خطا بود. در اون جلسه خانم ایران درودی، هنرمند نامدار و دختر آقای محمد معین بودند، گفتم سخنم. و در به اصطلاح خطای دوم هم به جای گفتن سرکار خانم دکتر مژگان آموزگار گفتم خانم دکتر ژاله آموزگار، که البته چون سخنرانی در پیوستگی با زرتشت بود، نام سرکار خانم ژاله آموزگار که مترجم دینکرد هستند و با آقای زنده‌یاد احمد تفضلی که از جمله شهیدان قتل‌های زنجیره‌ای بود، به هر حال چند کتاب تاریخ ادبیات پیش از اسلام ایران اسم نادرستی ادبیاتی وجود نداره اونجا در معنای اصطلاحی کلمه، به هر حال من به خودشونم گفتم. به هر حال بگذاریم، من بنابراین خانم درودی درسته، سرکار خانم هنرمند بیبدیل واقعا، در این حال همینطور خانم سرکار خانم دکتر مژگان آموزگار، با عذرخواهی از هر دو. در دنباله اخلاق که بخش پنجم من هر دین کامل رو به هفت قسمت تقسیم میکنم، بخش پنجم در دنباله اخلاق بود که چون مسیحیت به قول نیچه مسیحیان غریزه جنسی یعنی غریزه بقاء بشری را محکوم کردن، با غریزه جنسی در تعارضه و از این رو میبینیم که در کلیساها که هم پاپ قبلی هم کنونی هم همینطور اعتراف کردن در تجاوزات جنسی که به
کودکان در کلیساها، به خصوص خصوصان در کلیساهای کاتولیک آمریکای لاتین صورت میگیره، همینطور تمام اغلب در قرون وسطا هم ما حتی از رساله های پولس ما سراغ این فساد رو میگیریم، میشه گرفت و در حاکمیت طبعا مسیحیت مطلق الانانیش در قرون وسطا این فساد به اوجش رسید و زندگی پرفساد بعضی از حتی پاد پاپ ها زبان زده تاریخ، از جمله الکساندر بورجا که دنبال اخلاق خواستم توضیح بدم، که الکساندر بورجا که در 1492 با حمایت خارجی به مقام پاپی رسید و با رشوه دادن و نماینده خدا در زمین از نظر مسیحیان شد، معشوقه های فراوان داشت و از جمله با دختر خودش هم به اصطلاح جزء معشوقه هاش بود که نه صاحب نوه شد از ایشون، مثل آهورامزدا که اسفندارمزد رو گرفت و ارت و نوه و دخترش بود. به هر حال برای زرتشتی عیبی نداره ولی برای پاپ خیلی عیبه بنا به ارزش های دینی خودش. و میدونیم که کشیشان انسان رو گناهکار میدونن و بخشش گناه رو هم دکونی درست کردن، همینجور که فروش بهشت رو در قرون وسطا چیز کرده بودن. بله، پایان نداشت، گویا کسی جهنم رو خریده بود بعد گفته بود کسی رو راه نمیدن. به هر حال گفته شد پاپ قبلی به اصطلاح بندیکت 16 هم در سال 2008 گفتن است که وجود برزخ مخصوص کودکان را از عقاید کلیسا حذف کرد، زیرا به نظر کلیسا اگر کودک مسیحی قبل از غسل تعمید بمیره نمیتونه به بهش بره، با اون گناه اولیه با خودش حمل میکنه. هرچند بعضی از مسیحی ها در قرون وسطا این رو رد کرد. بله، در ضمن تازگی هم در انترنت ژان پل دو با معشوقه سابقش قبل از اینکه بیاد کشیش بشه و اینا به پاپی برسه، به هر حال عکسای حتی وقتی پاپ بوده دعوت کرده کلیسا، به هر حال تمایل طبیعی انسانه و به قول نیچه آسان میتوان دید آدمی چگونه گمراه میشود. آدمی وقتی گمراه میشود که کارهای دوری ناپذیر طبیعی را برای او بد جلوه دهند. چون انسان از تمام حیوانات مقلدتر و قابل نفوذتر است، کم کم آن کارها را بد می انگارد و بد نیز حس می کند. در این صورت است که حکمای الهی مسیحیت می گویند آدمی ملکات فاضل را پیدا کرده است. پایان نقل قول نیچه. به هر حال یکی از چیزهای جالب کلیسا که یه اشاره هم قبلا کردم، خانومی آلمانی از به اصطلاح ناحیه ماینس آلمان به نام ژان آنگلیس تبدیل شد به بندیکت سوم، این یکی 16 بود و 104 پاپ بود. از 7 آوریل 17 ژوئیه 855 تا 7 آوریل 858 پاپ بود و عاشق سفیر اسپانیا میشه و چون حامله میشه مثل مریم مقدس، منتها اون دیگه روح القدس نمیاد به دادش یا به توصیه کنه به کشیشا که اینم یه عیسی مسیح جدیده. به هر حال میکشنش، میگن ما چیز اومد به اصطلاح غضب خدایی کشتش و الان هم برای انتخاب پاپ در روی یک صندلی که وسطش خالی است میشینه و آزمایشش میکنن که دیگه دوباره به اصطلاح بندیکت سوم به وجود نیاد.
من در این هفته روی دو موضوع توامن، یعنی بخش ششم که مراسم و عبادات و بخش هفتم سعی میکنم نظام اجتماعی مطلوب و ایدئال رو با هم ترکیب کردم برای مسیحیت. چرا؟ برای اینکه خود مسیحیت چون در یک اشاره کردم در مثل یهودیت و اسلام و بودیزم و بودایی و هندویزم در یک شرایط آزاد به بار نیومد، در تحت سلطه روم به بار اومد، بنابراین احکام اجتماعی نداره خود انجیل مسیحیت، همانطور که مثل تورات، قرآن یا قانون مانو، در حالی که به اصطلاح و این بخشش رو وقتی که مسیحیت به قدرت رسید اون رو از تورات گرفت و به شکل به سبک خودش اجرا کرد. در خود انجیل یک به اصطلاح چند نقطه ای هست که قابل ذکره. در واقع نظام اجتماعی رو به یک همچنان که خودشو مشیه موعود تورات یهود قلمداد میکنه، در عین حال بله یک موعود برای اینکه در تحت جوامع در تحت سلطه همیشه دنبال ناجی میگردن، مردی از خیش برون آید و کاری بکند. و از این رو در انجیل باب 14 انجیل یوحنا آیه 15 تا 17 میگه که اگر مرا دوست بدارید احکام مرا نگاه خواهید داشت یا نگاه دارید به ترجمه دیگه، و من از پدر سوال میکنم یا خواهم خواست و او تسلی دهنده دیگری به شما خواهد داد. اینجا در انجیل های جدید مدافع دیگری که همیشه با شما باشد، یعنی روح راستی که جهان نمیتواند او را بپذیرد. مسلمین این رو به محمد ابن عبدالله حمل میکنه. این من به یک کشیشی هم که صحبت گفتم این گفت خود بازگشت مسیح، گفتم نه اینجا تسلی دهنده دیگر مطرحه. همینطور این در انجیل گفتم یوحنا باب 14 آیه 15 تا 17. در همون انجیل به اصطلاح باب 16 آیه 7 تا 11 هم باز اینجوریه: با این حال من به شما راست میگویم که رفتنم به سود شماست، زیرا اگر نروم، اینجا مدافع ترجمه میکنه، آن تسلی دهنده یا بشارت دهنده نزد شما نخواهد آمد، اما اگر بروم شخص یعنی معلومه او را نزد شما میفرستم. پس این عیسی مسیح خودش نیست، چون او آید جهان را مجاب خواهد کرد که به لحاظ گناه و عدالت و داوری تکثیر کار است، به لحاظ گناه زیرا من ایمان نمی به من ایمان نمی آورند، به لحاظ عدالت زیرا نزد پدر می روم و دیگر مرا نخواهید دید، و به لحاظ داوری زیرا رئیس این جهان محکوم شده است. این در واقع همین به اصطلاح اشارتی است که به اون نظام اجتماعی مطلوب که اون موعود خواهد اومد من در انجیل پیدا کرد. البته به بازگشت مسیح هم اشاره شده و معتقدند که در واقع مقارن آغاز قیامت مسیحی است که مسیح ژوژمان دقیق یعنی قضاوت نهایی رو انجام میده.
وقتی مسیحیت از صورت یک دین زیرزمینی، مراحل مسیحیت رو من به اون قبل از رسمی شدن، دوران حاکمیت در رسمی شدن و همکاری با استعمار تقسیم کردم و امروز، وقتی مسیحیت از صورت یک دین زیرزمینی مبدل به تنها دین رسمی به اصطلاح بیزانس و سپس اروپا شد، پاپ ها و مسیحیان سعی کردند هم با توسعه طلبی خارجی مانند جنگ های صلیبی و هم با خلوصگرایی داخلی و یک دست کردن مردم با حذف فیزیکی غیر خودی ها، این باور ضد آزادی و ضد برابری و مخالف مدارا و تسامح را جا بیندازند. با چی؟ با انکیزیسیون در قرون وسطا و قتل عامه کاتارها، سرخپوستان، سیاهان و سایر بومیان در سراسر دنیا در عصر استعمار. بنابراین این خواستم توضیحی باشه برای این بخش هفتم که در واقع نظام اجتماعی مطلوبه. اون رو وقتی سلطه کردن با توسعه طلبی خارجی و خلوصگرایی داخلی انجام داد. برسم به مراسم و عبادات. مراسم و عبادات بخش مهمش مربوط به باور گناه اولیه است. انسان گناهکار از نظر مسیحی به دنیا مسیحیت به دنیا میاد که با واسطه البته کلیسا و با غسل تعمید و توبه و اعتراف به گناه پیش کشیش، نمیتونه توبه کنه مستقیما مثل مسلمان با خداش، و ایمان به مسیح آمرزیده میشه. بخشایش خدا آن گناه را با توجه به عدالت الهی با قربانی پسر خدا یعنی عیسی مسیح تونست صورت بده. خودش نمیتونست چون مخالف عدالتش بود و به گفته مرمون ها که من کتابی به حیرت انگیزی واقعا بگم، این کتاب مرمون ها برگزیده مرمون گواهی دیگر راجع به عیسی مسیح که البته کاملش به انگلیسیه، بسیارم غلط تایپی و جمله بندی درش وجود داره. به هر حال اونجا هم به همین مسئله اشاره میکنه که اگر خدا قبل از تولد مسیح و کشته نشدنش میبخشید، یعنی قربانی نشدن مسیح به خاطر گناه آدم و حوا در خوردن میوه درخت معرفت، یعنی صاحب معرفت و شعور شدن که گناه از نظر کلیسا، خیلی نقطه روانشناسی جالبیه. به هر حال این اعتراف در واقع انسان مسیحی نمیتونه بدون واسطه کلیسا با خدا ارتباط برقرار کنه یا در کلیسا، و بنابراین اون وقته که وقتی ایمان آورد، یعنی غسل تعمید یافت، توبه کرد، اعتراف به گناه نمود و ایمان به مسیح آورد، آمرزیده میشه. کودک کوچولو هم همون غسل تعمید پیدا میکنه، آمرزیده میشه. بعد بخشایش خدا آن گناه را با توجه به عدالت الهی با قربانی پسر خدا یعنی عیسی مسیح تونست انجام بده تا اون گناه اولیه که خوردن میوه معرفت به اصطلاح بخشیده بشه. بعد بعضی مراسم مسیحیت داره که یا نداره، که در واقع مثلا ختنه نکردن، که در واقع هر که روز هشتم ختنه نکنه از یهوه منقطع میشه، یعنی از قوم بنی اسرائیل. و عمدن پولس که در واقع استراتژی مسیحیت اصلی مسیحیت ایمان به مسیح رو و ختنه نکردن و یک شنبه رو به جای شنبه، اونم همینطور جانشین کرده تا اینکه به اصطلاح مسیحیان از یهودیان جدا بشه. در رساله های پولس عمل به شریعت اهمیت نداره، ایمان اهمیت داره به مسیح.
در قرآن هر دو رو با الهام از اون به احتمال قوی گرفته و آورده، از جمله در آغاز همون سوره بقره که دومین گاو که دومین سوره قرآنه، اونجا میگه که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این کتابی است که عاری از شک و تردید، راهنمایی است برای پرهیزگاران، کسانی که به غیب باور دارن. غیب احتمالاً بعضیا خدای نادیده رو چیز میکنه. نماز برپا میدارن، یعنی اول ایمان رو میاره بعد عمل رو، و آنچه روزیشان داده این انفاق و احسان میکنن، یعنی این وارم بعدن زکات و احسان میاد، و به آنچه بر تو یعنی محمد و پیش از تو بر پیامبران دیگر نازل شده ایمان آوردن و نیز به عالم آخرت یقین. این هم بس در واقع بگم که البته در سوره 52 تور آیه 21 و همینطور سوره نجم آیه 39 لیس للانسان الا ما سعا، که شعرم شده، برای انسان جز حاصل سعی و کوشش چه وی چیزی نیست. در سوره تور هم هر کسی در گروه اعمال است که انجام داده است، کل امرم به ما کسبت رهین. و این از اون چیزا به هر حال خواستم حاشیه بگم که قرآن هم دقیقا این انجیل و تورات رو خوندن و در رابطه با اونها این حرفا زده میشه، تا هم یهودی قبول کنه هم مسیحی قبول کنه، که هیچ کدوم قبول نکنه. بعد در مراسم مسیحیت عشای ربانی است که نان به جای در کلیسا هم میدن، گوشت مسیح و شراب به جای خون مسیحه، که اینجا من در واقع اون ده از مال انجیل متی فقط میخونم، باب 26 آیه 26 تا 30. چون هنوز مشغول خوردن بودن، عیسی نان را برگرفت و پس از شکرگزاری پاره کرد و به شاگردان داد و فرمود بگیرید بخورید، این است گوشت من، نه اینجا بدن من. سپس جام را برگرفت و پس از شکرگزاری آن را به شاگردان داد و گفت همه شما این را بنوشید، این است خون من برای عهد جدید داخل پارانتز که به خاطر بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته می شود. به شما می گویم که از این محصول مو دیگر نخواهم نوشید، یعنی داره شراب می خوره، تا روزی که آن را با شما در پادشاهی پدر خود تازه بنوشم. این هم در واقع اشاره به یکی از مراسم بسیار مهم و تعیین کننده کلیسا. گفتم اعتراف به گناه، و در دوره قرون وسطا پول میدادن به بقیه، الان هم میدن، و به اصطلاح به واسطه کشیش. در اسلام از این نظر بسیار منطقی تر، واسطه‌ای وجود نداره و حق الناس رو بایست جبران کرد و حق الله رو مستقیما میشه توبه کرد. البته توسل به امام و امام پیغمبر و امامزاده و مرده های قبلی از با منطق کلی اسلام نمیسازه، اصلا نمیسازه، یعنی یک جور بدعته و بعضیا کفر، چون بیچار زنده ای بوده خواجه آن کوزه مردگان طلبت یاری، هزار سال قبل ناصر خسرو گفت. یه تنزی هم وجود داره که برای به اصطلاح تمدد خاطر بر نیست، کلیسا و کنیسه‌ای بغل هم بودن، کشیش و حاخام با هم رفیق بودن، کشیش رو صبح دعوتش میکنن برای یک مراسم تدفین یا عروسی، موقع رفتم میگه میدونی دیگه اگر کسی اومد اعتراف کنه لباسای منو میشی میریم اونجا میشینی، یه میگه خدا بخشید پولی میگیری،
یه دختر خانومی میاد میگه که خلاصه من گناه کردم و اینم میگه خدایا ببخش دیگه نمیکنه. پولش چقدر میشه؟ میگه که مثلا 50 دلار. این در میاره 100 دلاری میده میگه ندارم. اینها خان بر میگرده میگه دخترم گناه بعدیت هم بخشیدم برو. به هر حال این طنزیست که در این حال هم کلیسا و هم حاخام ها رو مورد لطف قرار داده. بله، مثل هر دینی کلیسا نیز از موقعی که نطفه به شکم مادر میره تا اینکه تو قبر بذاره ولت نمیکنه، یعنی جم نمیذاره بخوری. تولد، تشرف به مسیحیت، ازدواج، دعای قبل از مرگ که از روزا لوکزامبورگ خوندم که پول میگیرن، تدفین که اون خاطره پتر کبیره که پسرشو کشته بود آه آبشالومو میخونه، اون کشش پتر گریه میکنه، مراسم عزاداری تا سالگرد و غیر. میشل اونفراید در کتاب اتئیزم یعنی ناخداشناسی، بله بی خدایی، کتاب بی خدایی، در صفحات 239-238 از کاردینال برترام نقل میکنه که دستور مراسم طلب آمرزش به آدولف هیتلر را که یادآور مراسم آمرزش طلب آمرزش مثلا مشهور به لویی 15 صادر و اجرا کرد، چون به گفته میشل آنفرای هیتلر هم ضد کمونیست بود و هم ضد یهود، همانند کلیسای کاتولیک در طول تاریخش، همچنان که خود یهودیان نیز ضد مسیح و مسیحیت بودند و ادیان با هم ضدن و جمعا هم دشمن خدا ناباوران. کشتن افراد ادیان رقیب و به خصوص ادیان بعدی، گفتم هیچ دینی تمام ادیان دینهای قبل از خودشون رو قبول و نسخ میکنن اگر تماس داشته باشن و ادیان بعد از خودشون رو تکفیر و زورشون برسه میکشن. برای مسیحیان مسلمین، برای مسلمین سینگ ها همون که ریش میذارن در هند، بابی ها، بهایی ها و کسروی ها همانند مذاهب بعدی و رقیب در داخل ادیان، مثل کاتولیکا با پروتستان ها، سنی با شیعه و وقتی شیعه در صفویه به قدرت رسید با سنی، با نقطویه، بله، و جزی از عبادات دینیشون حساب میشین. جنگ های صلیبی مسیحیان و یا جهاد مسلمین که ضمن عبادت بودن در عین حال به تحقق جامعه آرمانی، یعنی جزء مراسمه ولی برای تحقق جامعه آرمانی و نظام اجتماعی مطلوب و ایدئال در زمین مربوط میشه و به همین سبب این دو را در بحث جداگانه مطرح نکردم. تماشای گوشه ای از جنایات جنگ های صلیبی که از 1095 تا 1291 جنگ های صلیبی اصلی در واقع رخ داد که در یک کلیسایی به نام سدلیک نزدیک شهر پراگ در کشور چکسلواکی که من لینک این رو خدمت آقای بهبهانی فرستادم، با استخوان 30 تا 70 هزار نفر تزیین یافته. در جنگ صلیبی ضمن اینکه گناهان مسیحیان را پاپ اوربن دوم که فتوای اولین جنگ صلیبی رو صادر کرد و دیگر پاپ ها در صورت رفتن به جنگ صلیبی میبخشیدند تا با فتح فلسطین بتوانند اسلام را در صورت امکان به عنوان دین یا الحاد رقیب براندازند. کتاب امروز نیز فروکش نکرده است این احساس. فرمان جنگ صلیبی توسط جورج دبلیو بوش و تایید آن با پاپ بندیکت 16 در پرتغال موقع حمله به عراق. به هر حال عزیزان سیدلیک یا سدلیک به تلفظ فرانسه سدلیک SEDLEC، بله، به هر حال
پاپ اوربن دوم از 1088 تا 1096، یک سال بعد از جنگ صلیبی مرد. بله. و پاپ دیگری که هونوروس سوم بود از 1216 تا 1225 که فتوای جنگ صلیبی پنجم را داد، به دستور او بود که این استخوان‌ها را جمع کردن، آوردن و اون کلیسا رو تزیینش کردن. بله، مبارک. البته جنگ‌های صلیبی به روایتی تا 1396 که ارتش بایزید یکم عثمانی دوم با امیر تیمور جنگیده، در جنگ نیکوپولس، نیکوپول در بلغارستان کنونی است، ارتش زیگیزموند امپراتور مقدس روم را بله در نزدیکی رودخانه دانوب شکست داد و به این ترتیب آخرین جنگ صلیبی در قرون وسطا به نفع امپراتوری عثمانی به پایان رسید که هنوز از قلب مسیحیان خارج نشده، امثال جورج بوش و بنیدیکت سوم. متاسفانه ادیان باعث کشتار انسان‌ها شدند، به قول ابوالعلای من. همانند همه پانها، من راجع به پانها تحقیق کردم، تمام پانها دارای دوتا خصلت هم، پان جرمنیزم، پان اسلاویزم، پان اسلامیزم الهام گرفته از آن دو به وسیله سید جمال اسدآبادی، پان ترکیزم، پان عربیزم و پان آریانیزم یا پان ایرانیزم. بله، درست همانند تمامی این پانها، ادیان در زمان اقتدار هم توسعه طلبی خارجی دارن، تمام پانها دارای این دو خصلتن و هم خلوصگرایی داخلی به سبب خودی یعنی مؤمنان و غیر خودی کردن بشریت یعنی کافران و دین باوران دیگر، دین ناباوران. این خصلت دوم که خلوصگرایی داخلی، خصلت نازیستی تمام ادیان و ایدئولوژی های انحصار طلب را تشکیل میده و عدم تسامح و مدارای دیگری را به اصطلاح رقم میزنه و که زورش برسه منجر به حذف فیزیکی و قتل عام یا به اصطلاح جذب و حل عقیدتیش به اون رضایت میده. در کنار جنگ های صلیبی، توسعه طلبی خارجی، تاریخ شاهد خلوصگرایی داخلی مسیحیت بود که هیچ دینی نظیر مسیحیت رو نتونسته رقم بزنه و نداشته، نه توسعه طلبی خارجیش و نه خلوصگرایی داخلیش. با انکیزیسیون، بله، در کتاب رساله‌ای در خدا نشناسی میشل اونفرای، اتئولوژی به اصطلاح، بله، بخش بیبلیوگرافی، عزیزان به فرانسه اگر بتونن 289 294 و 300 تا 312 رو بخونن و همینطور کمربند کتاب لوسی و اوبسکورانتیزم و اصطلاح کتاب نظیر، واقعا بی نظیر است که من یک بار راجع به این کتاب در تلویزیون میهن صحبت کردم، اونجا راجع به کمربند بیبل بعد از 1917 صحبت میکنه که کمربند سبز اسلامی کارتر، گفتم یکی از زایده های اونه. بله، پاسکال پیک نوشته. همینطور میدونیم که ممنوعیت مطالعه جنین را آقای جورج دبلیو بوش گفت و آقای اوباما خوشبختانه روز اول که وارد کاخ سفید شد برخلاف جورج بوش آزاد کرد. دشمنی با علم، طرح ممنوع کردن تدریس تکامل و داروینیسم جدید در ایالت تگزاس آمریکا. میتونن در به کتاب بسیار بی‌نظیر ارسیگه باد، فیلمش هم هست، دالاس تگزاس نوشته و همچنین محاکمه داروینیست ها در آمریکا و استرالیا که پاسکال فیک در همون لوسی اوبسکورانتیزم آورده و تئوری خلقت هوشمند تا تأسیس موزه ها و نوشتن آنسیکلوپدی و ترجمه آن به ترکیه، ترکیه که مثل فرانسه دو تنها دو کشور لایک دنیا بود، الان به کشور سکولار تبدیل شده. شما آخوند رو با لباس آخوندی میبینید، من دیدم این دفعه.
و سعی در به اصطلاح امریکایی‌ها سعی کردن و انگلیس‌ها که اون رو از کشور لائیک به سکولار تبدیل کن و درآمد سرسام‌آور کلیساهای کاتولیک، همینطور درآمد کلیساها در امریکا که 82 میلیارد بود، این در واقع تبلیغ جز به تبلیغ جهل به جایی نخواهد نمیرسه و نمیرسه. تمام ادیان در دوره ضعف دموکرات ماسک دموکراسی میگیرن. مسیحیت همون جور بود در دوره ضعفش، همینطور در به اصطلاح آیات مکی، لکم دینکم ولی دین، دین شما مال شما، دین ما مال ما، در دین اکراهی نیست. ولی در مدینه تا برافتادن فتنه یعنی غیر اسلام در جهان بایستی جهاد کرد. همینطور مثلا بهائیت خودشم از حضرت ولی امر شوقی افندی در نظم جهانی بهایی صفحات 84 تا 93 میگوید اجرای این دستور در شرق و غرب عالم واجب است و این چنین است که پیروان حضرت بهاءالله چه از حیث فردی و چه جمعی باید در شرکت در امور سیاسی اجتناب کنند و از هر نوع عملی که مستقیم یا غیر مستقیم به منزله دخالت در امور سیاسی هر مملکتی باشد بپرهیزند. آینده ببینیم یک کشور بهایی تشکیل بشه چه رفتاری میکنه. کسروی نیز که آخرین مدعی پیغمبری نسبتا موفق زیادن هنوزم ادامه داره، بله، در از اسلام بود، همانند مسیحیان وقتی در دوره ضعف بود رضا شاه خودش میخواست به اصطلاح خودشو همسو با رضا شاه نشون بده، ولی بعد از سقوط او با گروه محسن جانسوز که طرفدار علنی هیتلر بود و رضا شاه به خاطر خطری که از او احساس میکرد و یا به دلایل دیگه به هر حال او رو کشت، رزمات تشکیل داد کسروی، یعنی مثل چاپات که چاپ میکرد رزمات به رزمه. اما با شهادت کسروی این تصرف قدرت را پیروانش به کلی رها ساختند و میتونید به دفاعیات کسروی از سرپاس مختاری و پزشک احمدی صفحه 81 تا 84 رجوع کنید. مسیحیت مسیح انجیل، یعنی مسیحیت انجیلی تنها احکامی برای مشخص کردن مؤمنین و مؤمنات از غیر خودی ها یعنی غیر مسیحیان دارد، به جای فکر برقرار کردن حاکمیت دین خدا بر زمین. نامه پولس به عبرانیان باب 12 آیه 22 وعده شهر آسمانی را که تالی بهشت موعود در قیامت است میدهد، نه اینکه بگم چیز رو بخواد خودش نظمی برقرار کنه. همینطور در مکاشفات یوحنا باب 21 آیه 9 تا 27 از اورشلیم جدید و زمین جدید سخن میره و به هر حال من یک کمشو میخونم که فقط معبدی در شهر ندیدم زیرا مکاشفه است، یا زیرا خداوند منتها تحقق خواهد یافت، خدای قادر مطلق و بره یعنی مسیح معبد آن هستند و شهر نیازی به خورشید و ماه ندارد که برای آن بتابد، زیرا جلال خدا آن را روشن میکند و بره چراغ آن است یعنی مسیح منظور الی آخر. دروازه های آن هرگز در روز بسته نخواهد شد زیرا در آنجا شب وجود نخواهد داشت، نمی که دوز نیست و بله الی آخر بگذاریم و دیگه آخرش کنیم که این به باب 22 ختم میشه، این بخش چیز 21 که در واقع آغاز نهر آب حیات و درخت حیاته که آدم و حوا خوردن به اون مسئله که مترادف گناهه، منتها اونجا دیگه چون عیسی مسیح اومده گناهان رو بخشیده دیگه همه حیات
موجودات و مخلوقاتی که زمانی به وجود اومدن همه عمر ابدی خواهند یافت. من در اینجا این بخش به اصطلاح چیز رو در واقع عبادات و آداب و رسوم که خیلی کلیساهای مختلف ارتدوکسی جوریه، کاتولیکی جوریه، پروتستان، شاخه‌های دیگه اش، یک نتیجه گیری میخوام بکنم کلن در این مورد. تولد و نمونه نمو و به اصطلاح دعوت و مرگ عیسی و داستانهای بعدی دارای تضادها و تناقضات حتی زیادی است. تضاد اونه که میتونه با هم در یه شرایطی جمع بشه، تناقض نمیتونه. هستی و نیستی جزو مقوله تناقضه، ولی مثلا زشتی و زیبایی تناقض نیست، یا فرض کنید نیکی و بدی میتونه با هم باشه، نیکی به بدی تبدیل بشه، بدی به نیکی، ولی تناقضات نمیتونن به هم تبدیل بشه. یعنی هستی به نیستی تبدیل نمیشه، نیستی هم به هستی تبدیل نمیشه. این که مسیح آیا شخصیت تاریخی یا اسطوره‌ای، قطعا تاریخی نیست، ما سند تاریخی مثل مانی و محمد ابن عبدالله پیغمبر اسلام از عیسی مسیح مثل موسی نداریم. ولی مسیحیت همچون یه پدیده اجتماعی مثل یهودیت، مثل شینتویزم و ودائیزم یک پدیده تاریخی است. ولی چون فاصله چندانی بین این پدیده اجتماعی و خود زندگی مسیح وجود نداره، مسیحی ها میتونن با تسامح تاریخ، مورخین نه، اون رو تاریخی تلقی کنن. بله، من یادم یه بار گفتم اینو، قیافا یعنی رئیس کهنه به قول متا باب 26 آیه 57، مرقس رئیس کهنه باب 14 آیه 61 تا 64، لوقا کاهنان و علمای دین باب 22 آیه 66 تا 71، یوحنا باب 18 آیه 12 تا 24. اینا رو لجو کنید. در حالی که یک بار یادم برنارد پیوو که دانشمندترین شخص تلویزیون فرانسه بود، در کنار دیوار ندبه یهودیان یک برنامه‌ای برگزار کرده بود که یک استاد دانشگاه یهودی هم اونجا شرکت داشت. او گفتش که ما هاخامامونو بهتر میشناسیم یا شما مسیحی ها؟ گفت خب شما یهودی ها بهتر میشناسید. گفت این قیافا در 40 قبل از میلاد مرده بود، چون 120 بعد از میلاد این کتاب رو نوشتن، مشهورترینش اون بوده، به هر حال آوردن. همینطور کتاب بررسی انجیل ها کری وولف که میشه دانلودش هم کرد، کتاب به اصطلاح دیکسیونر فلسفی ولتر و لویدریک فویرباخ، همینطور جلد دوم سیر اندیشه غربی ترجمه کامبیز گوتن، نه اون ترجمه دیگه که یک جلدی که افتضاحه، و همینطور دجال نیسه و غیره که سرشت مسیحیت، اونم چیزه. بله، یک جالب اینه که بعد از سنت اوگوستین، جولیان که غسل تعمید داده شده بود، برادرزاده سنت اوگوستین، به نام در مسیحیت جولیان مرتد نامیده میشه، کتابی داره به نام ضد گالیله، آنتی گالیلهان، که گالیله یعنی مسیحیان، گالیلهان که در واقع خیلی خوندنیه، هم انگلیسیش هست، فرانسهش هست. بله، به هر حال در حتی زندگی مسیح خود ارنست رونان رو که بعد کلیسا تکفیر کرد، چون گفته بود مسیح مرد بزرگی بود و از استاد دانشگاهی سوربن بیرونش انداختن، در همین قرن 19 هم زمان سید جمال الدین اسدآبادی اون با اون دیدار کرد، و به هر حال در تولد، زندگی، مرگ مسیح، داستان جسد یافتن خدا به صورت انسان برای آمرزیدن گناهان اولیه و تمام گناهان و دادن زندگی ابدی به مؤمنان، این اساس مسیحیت.
بنابراین گفتم که پولس که استراتژی بزرگی بود، در واقع مسیحیت رو سعی کرد طوری فرم بده که از یهودیت جدا بشه. ختنه رو گفت ختنه معنوی میشیم، شنبه رو که کسی اون رو مثل ختنه به اصطلاح رعایت نکنه از یهوه و یهودیت منقطع میشه، به یک شنبه مبدل کرد، به جای عمل به ایمان رو جانشین کرد و تفسیر مسیحی از تورات و گناه اولیه و بخشودگی گناه با ایمان به مسیح و به سبب مرگ او که با قصد تعمید کشیشان همراهه، در واقع دین دیگه‌ای که دین ایمانی بود مثل بودایی و بعد مانویت و اسلام و بعد از مسیحیت، و نه مثل دین قومی مثل زرتشتیت قبل از ظهور جمهوری اسلامی. مسیحیت به اصطلاح بار دشمنی با علم و فلسفه و آزادی و برابری رو مثل لوکوموتیو ادیان پیش از همه شون به دوش کشیده و میکشه. چهره دینی همه ادیان در واقع با انحصار طلبی، جنایت و علم ستیزی و عقل ستیزی، فلسفه ستیزی، آزادی کشی و طرفداری از تبعیض عریان مؤمنین به غیر مؤمنین، اهل کتاب و دین ناباوران و القای ترس، ترس مادر تمام خدایان است که در انجیل هم فراوان اومده، خشیت الله. بله، مسیحیت به شعبه های مختلف تقسیم شده، کاتولیک، مهمترین ارتودکس و پروتستان. و در مورد پروتستان که در واقع تفسیر انجیل خود لوتر به آلمانی ترجمه کرده از لاتین، و کارل هاینریش دشنر میگه نویسه که فقها و روحانیون مسیحی لوتر را پروتستان، بر میگن که لوتر بر اسطوره های مذهبی خط بطلان کشید و آنها را افسانه نامید، اما با به طرفداری از نجبا و نیز به جنون یهودی کشی دامن زد، ایشون می نویسه، و همچنین جنگیری و نظام فئودال و اسطوره های عهد عتیق و اعتقاد به وجود شیطان و تقدیس جنگ به تقدیس جنگ وفادار ماند. تاریخ نویسان این همه را اصلاح طلبی نامیدند که پروتستانتیزم دیگه. شاخه های مسیحیت علاوه بر این سه شاخه اصلی از همان آغاز، چنان که در تاریخچه مسیحیت ذکر کردم، به شاخه های متعددی تقسیم شد. آریوس رو نام بردم، نستوریوس رو نام بردم. در قرون قرن 19 نیز شاهدان یهوه میتونن در همین ویکی‌پدیا هم بخونن، البته مال انگلیسی و فرانسش بسیار مفصله، و همینطور این شاهدان یهوه به تسلیط اعتقاد ندارند. کسی که میخواهد شاهد یهوه شود و تعمید یابد باید برتری پدر یعنی یهوه را بر مقام و اختیارات پسر یعنی عیسی مسیح تشخیص دهد. اونه که شاهدان یهوه میگن خدای پدر به روح فناناپذیر اعتقاد داشته باشند. تمام ادیان بدون استثناء و الا معاد بی‌معنی میشه. معتقد به رستاخیز به معنای بازگشت مردگان به زمینی که بهشت تبدیل شده است هستند. اعتقاد به سرنوشت محتوم ندارن، که به اصطلاح سرنوشت دیگه روی سرش نوشته شده. طبقه روحانی ندارن همهشون، مثل بهائی‌ها. بهائیت هم شاید از اینها بی تأثیر نبوده. به هر حال از بکار بردن مجسمه صلیب و مانند آن دوری میکنن و اونها را بت میدونن، مثل بت میدونن. معتقد به پایان قریب الوقوع دنیا هستن. این هفته بله کریسمس و عید پاک را هم جشن نمیگیرن، همینطور جشن تولد و هر جشن دیگری که بر پایه اعتقادات مذهبی و خرافی باشد. این فرقه بله انتقال خون را نمیپذیرند. یک فرقه هم که مورمون ها هستن، من کتابی عجیب تر از این کتاب مورمون ها ندیدم، اصلا واقعا حیرت انگیز.
خوندم هم کامل به لطف اون دست آقای مدیر، ما یه همسایه دارن ما رو بردن در همون ژانویه و من این کتاب رو اونجا دادم، من خوندم. در واقع خواسته این جنبش قدیسان آخر زمان، پیام مسیح که میگن مسیح به نیویورک اومده و جوزف اسمیت آن انجیل را پیدا کرده و ترجمه کرد در 1830. این هم میتونن از ویکی‌پدیا بخونن. و جالب اینه که این معتقده که چون یهودی ها گناهکار شدن، خدا اونا را هم مورد غضب قرار داد و این قاره جدید رو به اون مهاجران بخشیده، که یعنی سرخپوستان حسابشو برسی. بله، فرقه های متعدد، کالت در انگلیس، دیوید کروش و همینطور جیمز جونز که مشهور بود در یه جزیره میگفت کره سیروس به ستاره سیروس به زمین نزدیک شده، خودتونو بکشید، یعنی کشتن. و همینطور کلیسای ساینتولوژیستا که داین تیکس، علم سلامت ذهن که هابارد نامی نوشته، اون به اصطلاح خواسته چهره روانشناسی علمی به مسیحیت. مسیحیت همانند اسلام شاخه های متعدد، هندویزم و بودیزم، اینها تونستن به شاخه های مختلفی به اصطلاح چون ها حکومت هم داشتن و از دوران دینی هم بعضی هاشون گذر کردن، اونه که به بار بیارن. یکی اولیش جریان فقهیه که کاتولیک، پروتستان، ارتودکس و شاخهای دیگه، هر کدام فکر خاص خودشونو دارن، نستوری ها و غیره. جریان متکلمین دومی که هر یک از شاخه ها این ادیان از جمله مسیحیت، اسلام، هندویزم و بودیزم داره، که دین رو میخوان با عقلانیت توضیح کنن. در اسلام هم غزالیه، سنت آگوستین و سنت توماس، در مسیحیت بخصوص سنت توماس. جریان عرفانی است که یک کمی به این بحثش چون در اسلام مؤثر شده، اولین عارف اسلام حسن بصری پسر یک مسیحیه، خواستم اون رو یه ذره توضیح بدم. چهارم جریان فلسفی دینیه، یعنی فلسفی خاص که مغایر میشه. و پنجم جریان متمایل به توجیه علمی دین در معنای توجیه و مطابق کردن علم با دین، نه برعکس، نه دین با علم. بله، در مورد سنت آگوستین همون کتاب لوفن بامر رجوع کنید، ترجمه کامبیز گوته جلد اولش. جریان فقهی در مسیحیت خیلی گنده است. عمری رو این کلیسا کشیشا گذاشتن جنشن، همه چیزهای زایدم توش، مثل همه ادیان فراوون. و طبعا ارتودکس هم همینطور، پروتستان هم همینطور، جریان فکری خاص خودشون رو دارن. اشاره کردم که آریوس و نستوریوس و پلاگیوس به اصطلاح تا برسه به مورمون ها و ساینتولوژیست ها و اینا، همشون وجود داشتن و دارن در این جریان های فکری. این پلاگیوس که در قرن پنجم بود، این جالبه، فقط به این خاطر ذکر میکنم، منشأ گناه اصلی خوردن میوه دانایی و معرفت نیست. انسان بیگناه زاده میشود و لطف خدا در بازداشتن انسان از ارتکاب گناه یک رحمت و مرحمت خارجی است و نه یک خاصیت درونی. بله، برخلاف مسیحیت پاپی و رسمی، کودکانی که بدون غسل، به نظر پلاگیوس غسل تعمید میمیرن، بیگناه هستن و به بهش میرون. بله، در حالی که آبای کلیسا بعدن سه محل برای اونا تعیین کردن که دیگه غیر از بهشت و جهنم در اون برزخشون به اصطلاح برای پدران و بزرگان خانواده، برای کودکان اونا هم چیز کرد.
به هر حال بگذاریم و برای مردگان عادی. از این نظر هم دیگه به قول معروف دومین نحله که گفتم نحله کلامی است بعد از جریان فقهی، با استدلال و میخواد دین رو به صورت معقول در بیاره، که هم به سنت اوگوستین از طریق اشراق بیشتر عرفانی نزدیکه و سنت توماس به صورت در تأثیر از ابن رشد خاص مسیحیت رو استدلالی کنه، مثل به اصطلاح محمد غزالی و همینطور اشعری، ابوالحسن اشعری. جریان عرفانی مراحل به اصطلاح یکی از مطالب مهم عرفان که دقیقا از خود پولس که مسیح خواب نما میشه، ظاهر میشه در راه چیز سوریه، گفتم تکرار نمیشه، به هر حال شدیداً عرفانی است چیزای مسیحی. یکی تزکیه نفسه که روحانیت همین دیرنشینی کلیساست، اشراقه که با سنت اوگوستین به خصوص چیز شده، و وحدت یا اتحاد که اینم یه شاخه دیگه است. در واقع در مسیحیت دو جریان فلسفی مهم، عرفانی مهم وجود داره. از یک سو گروهی از عارفان مسیحی وجود دارن که خدا محورن، هم یهودیان هم به اونا نزدیکن، یعنی خدا نزد آنها به اصطلاح مطلوب غایی‌ست و به اصطلاح میخوان به او اتحاد کنن یا به وحدت برسن. عارفانی نظیر سنت اوگوستین و قدیس کاترین جنوایی از این دسته. گروه دیگری از مسیحیان هستند که به اصطلاح ارتباط مستقیم و شخصی با عیسی مسیح را به جای خدای پدر توصیه میکنند. برای آنها خدا، لطف و عیسی مسیح به اصطلاح همینطور یکی هستند و تجربه دینی آنان بیشتر به سمت عیسی مسیح میره، مثل فنلون به اصطلاح که میگه کلمه آن هنگام که مسیح دیگه در حالت دعا و در صورت تجسد به ما سخن میگوید، باید سخنانش با توجه تام شنیده شود. همچنین است وقتی که او بدون تجسد یافتن با ما سخن میگوید. بله، این در واقع فنلون به اصطلاح مشهوره دیگه، عارفه. در مسیحیت اولی کاسین که در 350 میلادی یکی از عارفان بزرگ اولیه مسیحیت که نماد معنوی مسیحیت شمرده میشه، بعد همین سنت اوگوستین که در واقع در قرن چهارم اول مانوی بود بعد مسیحی شد و اعترافاتش همون راجب این مسئله است، راجبش صحبت کردم و میگه من به واسطه جمالت اسیر تو بودم ولیکن به واسطه بار سنگین گناهانم از تو جدا شدم و به یک باره با فریاد و ناله به دنیای محسوسات افتادم. در پرتو یک توجه مختصر تو به شهود آنچه هست نائل شدم و در آن لحظه آن ماهیت نادیدنیت را که از طریق آفریده هایت چون آسمان و زمین قابل درک است مشاهده کردم، اما نتوانستم برای همیشه این شهود را حفظ کنم. بعد در قرون وسطا یک خانمی هست هیلدرگارد که یک زن عارفی بود، بسیار زن وضع جسمانی ناجوری داشت و خود این انگیزه ای بود برای همین عارف شدنش، که بین 1098 تا 1179 به اصطلاح اسکاتلندی، دو تا صومعه هم بنا کرده و شعر هم گفته، سرودهای مذهبی و
در 70 سالگی هم یه چیزی نوشته که از اوان کودکی تا کنون که به 70 سالگی رسیدم همواره روحم این نور را مشاهده، دائما نور میدیده و در واقع خدا را نور مینامه، الله و نور و سماوات و الارض. البته در اسلام این زن تأثیر نداشت و اون احتمالا معنوی ها هست. چهارم به هر حال اینم جریان عرفانی، جریان فلسفی هم به وجود اومد در مسیحیت. گفتم بعضی ها جنبه اشراقی سنت اگوستین رو میگیرن ولی اون جنبه در این حال فلسفیش هم هست در توجیه نسبتا اشراقی عقلانی مسیحیت. سنت توماس هم که گفتم تا برسه به اگزیستانسیالیستایی که به اصطلاح کلن جریان فلسفی مسیحی مخالف ماتریالیست ها و شکاکان می باشند و لاعدری ها. و طبعا همه اینها ژان پل سارتر در اون مقدمه کتاب اگزیستانسیالیزمش می نویسه که دو شاخن اگزیستانسیالیست ها شاخه مسیحی و من این ناباورش هستم. من در ذکر ضمن ذکر این دو میتونید به همون کتاب های خودشون به زبان های خارجی و یا به کتاب لوفنبامر ترجمه آقای کامبیز گوتن در دو جلد رجوع بکنید، سیر اندیشه غربی که مفصل هم نوشته. همینطور میتونید تاریخ فلسفه برتران راسل و غیره و غیره در زبان فارسی. ظهور فیلسوف، از دو فیلسوف مخالف هم صحبت کنم. ظهور فیلسوف آزاده یهودی تبار چون اسپینوزا که تکویرنامه هاخامها رو که برای عزیزان خوندم یه بار در مورد تاریخ فلسفه که سوء قصد کردم براشم، بله، ربطی به تکامل فرهنگ و اندیشه یهودی در حکومت یهودی نداشته و نداره. او در فرهنگ غربی و در به اصطلاح سنت اروپایی بعد از رنسانس به وجود اومد. آن آزاداندیشی بود که یهودی تبار و یهودی اندیش بود و در جامعه با دولت مستقل و فرهنگ بالنده غیر یهودی که تنها در 5 تمدن چین، هند، یونان، اسلام و اروپای بعد از رنسانس شاهد ظهور چنین فلاسفه‌ای هست. و این مرد آزاده که همون ارنست رونان مسیحی شناس وقتی دعوت میکنن ازش پرده برداری در هلند میگه خار و زبون باد کسی که از جلو این قیافه نجیب با بی‌اعتنایی بگذرد، سزای او همان جهل اوست که سزای همه جاهلانن که این دارالجهل ها جاهل میپرورند. به قول خیام ویران شود این خراب دارالجهل است. بشریت تا به این دارالجهل، به قول ولتر، تا آخرین سنگ کلیسا بر روی آخرین کشیش شکسته نشه بشریت روی سعادت نمیده. نیچه هم آلمانی ضد مسیحی ترین فیلسوف تاریخ به نظر من میگه نویسه از زمانی که بشر توانست وقایع را ثبت و ضبط کند و بیندیشه اضافه بکنیم، دیگر نه عصا مار شد، نه دریا شکافت، نه کودکی بی پدر متولد شد، نه مرده ای زنده شد، نه انسانی به دل ماهی رفت یونس، نه انسانی با حیوان سخن گفت، نه انسانی سوار بر گالیچه پرواز کرد، نه آتشی گلستان شد، نه پیغمبری ظهور کرد. و پنجمین بخش که در واقع نزدیک کردن علم را وسیله توجیه دین قرار دادن با شروع رنسانس علمی و به خصوص بعد از نیوتن که سرآغاز واقعی عصر علم است، بعضی جریان های دینی خواستن توجه علمی نیز به آیات دینی بکنن، یعنی اونها رو توجیه علمی بکنن. اولینش خود نیوتونه که من یک کتابی دارم
نوشته های مذهبی او ترجمه فرانسه از انگلیسی. ارنست رونان فرانسوی که در 1883 از جمله کتاب زندگی مسیح رو نوشت. برسد به ال رون هابارد در آمریکایی، همون به اصطلاح که ساینتیستا، ساینتولوژیستا که در فرانسه میگن که ساینتولوژی ربطی به سیانس نداره. این زمانم تحت فشارشون قرار، زمان آقای جوستن بلکه مؤسس کلیسای ساینتولوژیست و گروه هایی نیز در مبارزه با الحاد ماتریالیستی مارکسیستی مورد حمایت دولت های غربی مربوطه قرار گرفت. همه این گروه ها از جمله همین ساینتولوژیست ها، از جمله به اصطلاح مهندس بازرگان ها و غیر مستقیم و غیر مستقیم. در عالم تشیع از کتاب اسلام و هیئت هبت الدین شهرستانی تا تألیف مهندس مهدی بازرگان، مطهرات در اسلام که بار گفتم که چه جفنگیاتی توشه، خواسته توضیح بکنه که مثلا آب کر اینقدر میکروب های مفید داره که میکروب های مضر رو از بین میبره. اون طنز زنده یاد قلی قره‌باغی رو هم گفتم که اگه سگ ازش درست اندازه کر باشه بلیسه نجس میشه. آخوند میگه بله، میگه اگه توش بشاشه که کم نمیشه، میتونید وضو بگیرید مزمزه بکنید. با آخونده میگه به هر حال عشق و پرستش ترمودینامیک روح انسانی، اصلا جنون میباره. ببخشید مال مهندس بازرگان. بله، در کنار گرایش به علم و علمی جلوه دادن دین که کار عبث و از قبل محکوم به شکست است، زیرا این دو مقوله از اساس با هم متفاوت و گاه متناقض هستند. علم دائما نسخ میشه، دین نمیتونه نسخ بشه. این جمع علم و دین مثل جمع لیتر و متره، بله نمیشه با هم جمعش کرد. ایمان ثابته و علم متغیر و مطلقه و علم متغیر و نسبی است. بنابراین این هم خواستم در این زمینه سخنم رو میخوام اینجا پایان بدم در مورد مسیحیت. هفته دیگه یک گزارش سفری خدمت عزیزان خواهم گفت و مسیحیت در واقع قافل سالار ادیان، قافل سالار ارتجاست و لوکوموتیو ادیانه و اولین خط مقدم دارالجهل در مبارزه با علم و واقعا دست کسانی که رنسانس علمی فلسفی رو بنیاد گذاشتن و بعد هنری رو مریضات که تا حدودی محدودش کردن، ولی به محض اینکه غفلت بشه این اژدها دوباره از اون شیشه بیرون میاد و اگر بیرون بیاد هر جامعه ای رو میتونه دوباره به انهدام بکشه که ترکیه رو دوباره میکشه من فکر میکنم. ممنونم و شب و روز عزیزان بخیر.